بیش از 50 میلیون نفر برای انتخاب رئیس جمهور مصر از بین 12 نامزد اسلامگرا، لایک، چپگرا و مسئولان رژیم سابق در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته به پای صندوق‌های رأی فراخوانده شدند. علی‌رغم اینکه انتخابات اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط حسنی مبارک بود، ولی میزان مشارکت در آن حدود 50% اعلام شده است. حزب اخوان المسلمین اعلام کرده که محمد مرسی نامزد این حزب بیش از 30% آرا را کسب کرده. بنابر گزارش‌ها احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک نیز حدود 22% آرا را از آن خود کرده است. نبیل ابراهیم رئیس فدراسیون حقوق بشر مصر با اشاره به اینکه احزاب با گرایش مذهبی توانستند آرای قشر فقیر و بی‌سواد جامعه را جذب کنند میگوید این امر تأثیر مهمی بر نتیجه انتخابات خواهد داشت. کمیسیون انتخاباتی مصر قرار است از روز یکشنبه نتیجه قطعی این انتخابات را اعلام کند. اگر هیچ یک از نامزدها نتوانند اکثریت آرا را به دست آورند، دور دوم این انتخابات حدود 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد.